خب عمیان نزده ارجمندم ارزاده با احترام در خدمت شما برنامه دیگر در تلویزیون ایران فردا و مهمان برنامه امروز کی آقای دکتر اسماعیل نوریالا امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه از سایمان سپاس گذارم. دکتر نوریالا درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی و امیر گرامی. در چند روز اخیر شنیدم که سرما شما رو آزار داده، امیدوارم که برطرف شده باشه که سالت داره رفته برطرف. رفته مثل این که داره بهتر میشه. صدا هنوز گرفته ولی صدا گرفته لعنت برید دکتر نوریالا. بار گذشته به خاطر مرتی راجع به شبهای شعر صحبت کردیم، بحث ما رسید به سعید سلطانپور، شاعری که متاسفانه در دوره بعد از انقلاب او رو از جشن عروسیش بیرون کشتند و بردند و اعدام کردند. همین بود نیست سرنوشتش؟ بله بله، عرض کنم که سعید سلطانپور البته بیش از این که بخواد به عنوان یک نویسنده و شاعر و هنرمند عضو کانون نویسندگان بشه، به علت تعلقات سیاسیش به عرض کنم که جناح اکثریت چریک ها بودش که اینا نفوذ کردن، هم اونها هم مجاهدین، بعد از انقلاب به داخل کانون نویسندگان و در واقع قرخ کردن اونجا رو و تمام مسائل سیاسی روز رو منتقل کردن به داخل کانون نویسندگان. ولی به هر حال به علت همون کثرت اعضایی که داشتن در کانون نویسندگان، در انتخاباتی هم که شده بود ایشون جزو شورای دبیران کانون نویسندگان بود و وقتی که من این رو کاملا پیش بینی کرده بودم، شاهد هم دارم، شاهد من یکی آقای دکتر باقر پرهام هستند و یکی آقای محمد علی سپانلو، به این معنی که وقتی که زمزمه اخراج توده‌ای ها از کانون نویسندگان بلند شد و خب در اون زمینه هم شاملو هم رضا براهنی و هم سعید سلطانپور در مرحله اول و البته آقای اسماعیل خویی هم در مرحله بعدی، اینها خیلی موافق اخراج توده‌ای‌ها بودن. در همون زمان من فقط برای یه دیدار به تهران رفته بودم، اونجا زندگی نمی‌کردم. یک روز آقای بهازین که جزو اون پنج نفرهایی بود که بعداً در کانون نویسندگان اخراج شد و هنوز رابطهش با حزب توده افشا نشده بود، خودش یه حفظ حزب دیگری الان یادم نمیاد اسمش چی بود درست کرده بود و نشریه‌ای هم داشت و از خمینی هم دفاع میکرد، ایشون به من تلفن کرد و از من خواستش که برم به دیدنش. من البته شاید 15 سال بود که به ایشون علاقه و ارادت داشتم و همیشه احترامش رو میداشتم و ایشون هم محبت میکردن به ما جوانترها. و من وقتی که رفتم اونجا ایشون، چون باید برگردم به این که به هر وقتی کانون نویسندگان در سال 47 پا گرفت، همه فعالیت ها و کارهاش بر عهده من بود، هیچ کدوم دیگه از کسانی که در کانون نویسندگان بودند فعال نبودند، می آمدن در جلسات شرکت می کردند و می رفتن. من هم اساسنامه کانون نویسندگان رو نوشتم، هم عرض کنم که نشریاتش رو در می آوردم، مجلس سخنرانیش رو برقرار میکردم و غیره. بنابراین بازین میدونستش که من مثلا یه توانایی های تشکیلاتی دارم. من رو صدا کرد خونش و گفتش که ما قصدمون این هست که یک نهادی رو به نام شورای نویسندگان و هنرمندان ایران درست بکنیم، چون آب ما با کانون نویسندگانی ها توی جوب نمیره و من علاقم اینه که شما وقتی که این شورا اعلام موجودیت کرد، علاقه من این هستش که شما هم به عضویت این شورا در بیایید و در انتخابات مسلماً رأی خواهید آورد و وارد هیئت دبیران شورا میشید و کارها رو با هم انجام میدید. من گفتم که فرق این شورای نویسندگان و هنرمندان با این کانون نویسندگان چیست؟ ایشون دست کرد و یه اساسنامه‌ای رو به من داد که گفت این اساسنامه‌ای که ما تهیه کردیم و قرار است که این شورا رو به وجود بیاریم. من اساسنامه رو که خوندم در بند اولش دیدم که
نوشته است که نویسندگان و هنرمندانی که در راستای خط امام و مبارزات امپریالیستی او فعالیت میکنند در یک نهادی به نام شورا جمع میشن. من گفتم که آقای بازین ما در کار نویسندگان قرارمون مبارزه با سانسور و خواستاری خودتون نوشته بودید در بیاننامه کانون نویسندگان که خواستار آزادی بی حد و حصر بیان و عقیده و اینها هستیم. حالا همه این حرفا رو ول کردیم، میخوایم بریم به عنوان هنرمندان و نویسندگان خط امام عمل بکنیم. من رو در این مورد معذور بدارید. ایشون خیلی هم ناراحت شد و اینها، و عرض کنم که من آمدم بیرون و رفتم به منزل آقای سپانلو و در اونجا آقای باقر پرهام هم بودند و قرار بود مثلا دو روز دیگه مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل بشه و در مورد 5 تا عضو توده‌ای کانون تصمیم گیری بکنه. من به این دوستان گفتم که به نظر من این اتفاق خطرناکی داره میشه، به خاطر اینکه اگر که اینطور که آقای بهازی میگوید قصد دارند که کانون نویسندگان و هنرمند شورای نویسندگان و هنرمندان خط امام رو درست بکنند پس از اینکه از کانون اخراج شدند، عرض کنم که معناش این خواهد بود که آنهایی که در کانون نویسندگان اینها رو اخراج کردن اینها ضد خط امامن و در نتیجه همین بهانه میده به دست، عرض کنم که وزارت اطلاعات و اوباش بسیجی و اینها که اینها میان و کانون نویسندگان رو میبندن و همه رو دستگیر میکنن. و دوستانم اینو پسندیدن حرف من رو و قرار این شدش که پس فردایی که میریم به مجمع عمومی کانون نویسندگان برای رسیدگی به شکایت هیئت دبیران از 5 تا عضو توده‌ای، عرض کنم که آقای پرهام از جانب ما چند نفری که بعدن ادامون زیادترم شده بود بلند شه و پیشنهاد بکنه که این تصمیم گیری رو برای 6 ماه به تعویق بندازن و در این مدت حد اکثر مثلا این 5 نفر رو عضویتشون رو معلق بکنن تا در مجمع عمومی آینده بهش رسیدگی بشه. این یه فرمولی بود که ما اینطوری فکر کردیم و مجلس که تشکیل شد، مجمع عمومی کانون، عرض کنم که هیئت مدیره که عبارت بودند از آقای شاملو و آقای خویی و عرض کنم که همین آقای سعید سلطانپور و دیگه الان خوب یادم نمیاد، مثل که دکتر ساعدی هم بود، بله بودش، این هم اون روبرو نشسته بودند و ما هم رو صندلی ها مثل سینما چیده بودند، ما هم نشسته بودیم، این 5 نفر توده ای هم یه گوشه نشسته بودند. و وقتی که شکایتنامه هیئت دبیران مطرح شد، آقای فریدون تونکابونی که همین امروز خوندم که خیلی حالش بده در آلمان و بردنش به یک چون وضع مالیش هم خوب نبوده به یکی از این خانه های سالمندان گذاشتنش اونجا، عرض کنم که او از جا بلند شد و گفتش که ما خواهش میکنیم که ما رو اخراج بکنید، چون ما این ورقه اخراج رو همچون مدالی به سینه خود میزنیم و از اینجا بیرون میریم. که خب ما به هم دیگه نگاهی کردیم و آقای عرض کنم که باقر پرهام از جاش بلند شد و گفتش که من فکر میکنم که این یک تصمیم گیری شتاب زده است و من پیشنهاد میکنم که این قضیه رو برای 6 ماه به تعویق بیندازیم تا ببینیم که اوضاع چه خواهد بود. که این از یک سو مورد حمله این 5 نفر توده‌ای قرار گرفت این حرف و اینکه آقا ما میخوایم بریم زودتر ما رو اخراج بکنید، و از سوی دیگه مورد اعتراض عرض کنم که دبیران کانون قرار گرفت. یعنی من یادمه که سعید سلطانپور مشت کوبید روی میز و مستقیما هم به من نگاه میکرد، چون من با پرهام پچ میکردیم و اینها، و بعد پرهام بلند شد ایستاد گفتش که شما تصور نکنید که تصفیه کانون نویسندگان از عناصر نامطلوب به همین 5 نفر بسنده میکنه، ما عده زیادی رو داریم که باید از کانون اخراج بکنیم. که من همونجا از جا
جان بلند شدن و از سالن آمدن بیرون و توی راپله ارز کنم که کانون طبقه بالای اتاق تشکیل شده بود، پله میخورد میرفت توی حیات. وسط پله ها برخوردم به زنده یاد رحمان حاتفی که اون موقع سردبیر کیهان بود. رحمان به من گفتش که شما چرا میرید و اینا؟ گفتم برای اینکه اینها تصمیم نابخردانه گرفتن برای اخراج این توده ای ها و من به اعتراض از این عمل استعفا میدم و عرض کنم که نمیخوام دیگه عضو این کانون باشم و سرنوشت بسیار وخیمی رو برای کانون پیش بینی میکنم. که البته فردا شبش آقای رحمان عاطفی تو صفحه اول کیهان نوشتش که نوریالا به عنوان اعتراض به اخراج طرفداران خط امام از کانون استعفا داد، که فردا شبش هم یک اعلامیه ای از طرف همین آقای شاملو و خویی و اینها صادر شد که در اونجا نوشته شده بود که استعفای نوریالا به دستور حزب توده انجام شده و مقدمه است بر استعفاهای دست جمعی بعدی. بعد این اتفاقات افتاد، منم دیگه پس از چند روزی برگشتم رفتم به محل تحصیلم در انگلستان و بعد هم اخیراً کشف کردم که همین توده‌ای ها چند تا اعلامیه دیگه هم داده بودن و اسم بندرم زیر اون اعلامیه ها نوشته بودن، که من همین شاید بشه یک ماه پیش این رو یک دوستی پیدا کرده بود و برای من فرستاده بود که تو آقا اینجا چرا یکی از این سایت های جمهوری اسلامی این اعلامیه رو منتشر کرده بود که زیرش اون 5 تا اخراجی امضا کرده بودن، بعد زیرش نوشته بودش که این نویسندگان هم این اعلامیه رو عرض کنم که تایید کردن، که اسم منم اون تو بود، من اصلا رو هم خبر نداشتش. عرض کنم به حال این موجب شد که بلافاصله اینها شورای نویسندگان و هنرمندان ایران رو افتتاح کردن و مجلس جایی رو گرفتن و عرض کنم که بلافاصله خب معلوم شد که کانون نویسندگان هم کانون نویسندگان ضد خط امامه. شاید مثلا یک ماهی بیشتر نکشید که ریختن شرح این ماجرا رو آقای باقر پرهام به تفصیل نوشتند، هم در سایت بی بی سی است هم عرض کنم که در سایت کانون نویسندگان، که ریختن به محل کانون نویسندگان، تمام اوراق و دفاتر کانون نویسندگان رو ضبط کردند و در کانون نویسندگان هم ممهور کردند. دوستان عرض کنم کانون نویسندگان مونده بودن که چی کار بکنن. فکر میکنم یک اعلامیه ای رو منتشر کردن که آقای سعید سلطانپور به عنوان رئیس کانون نویسندگان زیرش رو امضا کرده بود و این باعث شد که اونها رفتن به سراغ سعید و شب عروسیش هم بود، از همون مجلس عقدکنان اونو برداشتن بردن و حالا روز بعد چند روز بعد هم تیربارانش کردن. به نظر من یه خطای تاکتیکی بودش که دوستان ما انجام دادن و موجب شدن که هم کانون در اون موقعیتی که داشت تعطیل بشه و همین که سعید سلطانپور از دست بره. خب دکتر نوریالا، با بستی که شما به دست دادی، گزارشاتی که بار گذشته از زبان شما شنیده بودم، بنشستم که کانون نویسندگان در واقع با تلاش و کوشش عده‌ای که وابستگی هایی داشتن به برخی از جناح‌ها و گروه‌ها و طیف‌ها، قرار بوده تبدیل به یک نهاد تشکیلاتی بشه و بیشتر کار تعصبی انجام بده و کار سیاسی انجام، یعنی مطلقا از اون وظایف صنفی خودش دور شده بود. همینه نیست؟ ببینید کانون 4 دوره مختلف رو پشت سر گذاشته. در دوره اولی که بنده هم عضو هیئت دبیران بودم و هم منشی دائم کانون، تمام فشار روی این بود که این اتفاق نیفته. یعنی شما در دوران اول کانون که هم آل احمد زنده بود، هم خانم دانشور، هم بهازین به عنوان ستا پایه های اون کانون و هم
نادر نادرپور رو عرض کنم که هوشنگ وزیری و اینا به حال شخصیت هایی بودن که کانون رو شکل داده بودن، هر کدومشون از یه جناحی آمده بودن و در اونجا زیر یک سقف خونسا نشسته بودن. کانون در دوران اول خودش هرگز دچار تعصب و این حرفا نشد، حتی کوشش های مثلا صورت گرفت از جانب آل احمد که چند تا مذهبی مثل حتی علی شریعتی یا عرض کنم که یا آخوندی بود که چند وقت پیش فوت کرد به نام آل رهنما که توده‌ای میگفتن هستش، ولی به حال با آل احمد آشنایی ها داشت، اینا رو میخواستش بیاره توی کانون نویسندگان، به شدت با مخالفت جناح توده‌ای یعنی هوشنگ ابتهاج و کسرایی و بهازین قرار گرفت. اونها هم که سعی میکردند که کسانی رو وارد کانون نویسندگان بکنند که بیشتر نویسنده سیاسی بودند تا نویسنده هنری، از اون جانب عرض کنم که مقاومت میشد و نقش تعیین کننده البته هوشنگ وزیری و نادر نادرپور و در جوار اونها من و آشوری و سپاندو و بیزایی هم در این مسئله مؤثر بود. اما در 1356 یعنی یک سال مونده به انقلاب، در واقع حرکت از جانب عناصری که نمیدونم چجوری بگم، به نظر من اولا عضو کانون قبلا نبودن ولی الان اسم هم از خاطر من تقریبا رفته، یک آقایی بود که استاندار انقلاب شد بعدا در آذربایجان و بعدم آمد به لس آنجلس و مثل این که اونجا فوت کردن، عرض کنم که ایشونو یعنی بیشتر از ناحیه دستگاه آقای علی امینی تصمیم گرفته شد که بیان و در اون دوران کانون نویسندگان رو راه بندازن. بنابراین اسلام کاظمیه بود، درس کنم که شمس آل احمد و اینها بودند که علی اصغر حاج سه جوادی و این آقایی که اسمش از ذهنم رفته، اینها اول کانون نویسندگان دوم رو به راه انداختند و بعد رفتن سراغ بهازین و از طریق بهازین کسرایی و ابتهاج رو هم برگردوندن به کانون نویسندگان و حاصل کارشون اون شبهای شعر اصلی تو گوته شد که در اونجا عرض کنم در واقع کلید اعتراض ها زده شد. 10,000 نفر مردم آمدن برای شرکت در شبهای شعر و سخنرانی، خودش واقعه عجیبی بود و در اونجا خب خود به خود مثلا دستگاه سعید سلطانپور رو در همون شبها از زندان آزاد کرد و اون مستقیما آمد به انستیتو گوته. من البته در ایران نبودم، اینها رو تعریف کردن برای من و البته شرحش رو در مقالات مربوط به اون شبها خونده ام. سعید سلطانپور آمد به همون انستیتو گوته و رفت پشت میکروفون و اینطور که میگفتن جمعیت رو آتش زد. میدونید در کار شاعری ما یک نوع شعری داریم که فرانسوی ها بهش میگن شعر اجیتاسیون، یعنی که شعر برانگیختن توده ها. به نظر من بزرگترین شاعری که ما در برانگیختن توده ها در اون زمان داشتیم نه ابتهاج بود نه کسرایی و نه شاعران مثلا دست دوم دیگه، ولی سعید سلطانپور واقعا از کلامش و در خوندن کلامش ازش آتش میبارید و میتونست شعله‌ور بکنه مردم رو. برابر این در اونجا مسئله ضدیت با دستگاه پادشاهی باز سایه انداخت روی همه تفاوت‌های سیاسی و رفت کانون به طرف این که برود در جوف بقیه مثلا علیه دستگاه پادشاهی مبارزه بکنه. اما انقلاب که شد یک بار قضیه عوض شد، به خاطر اینکه مبشر آزادی بدون حصر و محدودیت
به هازین بود در کانون نویسندگان و میگفتش که اگر من عضو این کانون هستم به خاطر اینکه شعار این کانون یعنی آزادی بیان عقیده بدون هیچ حد و حصری. اما بعد از انقلاب و تصمیمی که حزب توده گرفت که از خط خمینی، خط ضد امپریالیستی خمینی حمایت بکنه، یک مرتبه در داخل کانون ورق برگشت. شاملو و اعضای هیئت مدیره کانون میخواستند که همون شبهای شعر گوته رو این بار علیه خمینی به راه بندازن و به هازین و توده های دیگه با این کار درست کنم که مخالفت میکردن و این مخالفت بودش که بالاخره زندگی کانون نویسندگان رو کلن به پایان رسوند. یعنی باز هم به جایی نرسید که کانون بتونه آرامشی بگیره و موزگیری بکنه. دو تا جناح قوی روبروی هم ایستادن، هم دیگر رو تکی پاره کردن و کانون از بین رفت. بعد در دوره چهارم هم که کانون نویسندگان سالها بعد در واقع در همون ابتدای آمدن آقای خاتمی دو مرتبه تصمیم گرفتن که کانون رو تشکیل بدهند، عرض کنم که زنده یاد گلشیری و غفار و حسینی و عرض کنم که محمد مختاری و اینها بودند که یا فرج سرکوهی، این عده‌ای بودند که کانون نویسندگان سوم رو به راه انداختن. اینها عرض کنم که واقعا نه توده‌ای بودند و نه عرض کنم که دست راستی، یک عده عناصر روشنفکر ملی محسوب می شدن و وقتی هم که کارشون جدی تر شد، اون آقای سعید امامی در اون پروژه قتل عام درمانی خودش اسمش گذاشت بود قتل عام درمانی، همه اینا رو کشت. یعنی دونه دونه محمد مختاری، پوگنده، غفار حسینی رو کشت و عرض کنم که فرج سرکوهی رو هم که به اون زندان فجیع وحشتناک انداخت که من یادمه شما در برنامه هایی که اون وقت داشتید در رادیو چندین بار با خود فرج در این مورد مصاحبه هم کردید و کار رو به جایی کشوندن که خود رفسنجانی آمد گفتش که فرج سرکوهی فرار کرده رفته و الان در آلمانه، در حالی که در زندان بود و بعدم که وادارش کردن که بیاید و بگوید که من داشتم فرار میکردم، منو در مرز نمیدونم روسیه و شوروی و این حرف گرفتن. بعد قرازم اینه که در دوره سوم هم این اتفاق نیفتاد. اما الان یک دوره چهارمی کانون نویسندگان داره میگذرونه که به نظر من دیگه کلن من به کسانی که در اون فعال هستن احترام میذارم، آدم های باسواد و روشنفکر و سنجیده هستن، ولی به نظر من همشون گرایش های مارکسیستی دارن و کانون نویسندگان ایران هم در کانون داخل کشور و هم در کانون نویسندگان در تبعید در واقع دوتا نهاد نویسندگان کمونیست سوسیالیست هستن و الان دیگه میشه گفتش که گرایش غالب در این کانون این گروه هستن. دوستان رو نیالا، یه موضوع رو من هنوز هم نفهمیدم، فکر کردم با شما در میان بگذارم شاید کمک بکنید از یه حل بشه. خب میدونیم که لنینیزم، مارکسیسم لنینیزم هر گونه عملیات خرابکاری تروریستی اینا رد میکنه، دست کم از خود لنین وقتی برادرش گرفتن در دوره تزار اومدن به این خبر دادن که برادرتو گرفتن ممکنه اعدام بشه، و حقشه، اون ترور انتخاب کرد و خرابکاری رو انتخاب کرد. اما بعدها دیدیم در ایران ما با این که عملیات تخریبی مذموم بود از دید مارکسیسم لنینیسم، برخی از شخصیت ها خیلی مهم در عرصه روشنفکری ما، در عرصه فرهنگ ما، تصادفا به سازمانی خیلی گرایش پیدا کردن که هم در عملیات تخریبی مشارکت داشت، مثلا دستبرد زدن به بانک ها یا اعلام حضور کرده بود به عنوان یک نیروی چریکی که باید با قهر مسلحانه از پس نظام برآمد و اینا، هم ابراز سمپاتی میکردن به این گروه، هم خیلی بهش نزدیک شده بودن. چرا فکر میکنید؟ چرا درس لازم رو از این تجربه تاریخی نگرفته بودن که بدونن در پی
هر اقدام شبه نظامی و تروریستی و خرابکاری نمیشه به مدینه فاضله رسید، یا دست کم به یک رستگاری جمعی. ببینید، من فکر میکنم که مقوله مبارزه مسلحانه در ایران و نحوه شکل گرفتن و رشدش یه مسئله است، عنایت هنرمندان و نویسندگان و شاعران به این جریان یه مسئله دیگری است. من فکر میکنم که جریان مسلحانه در ایران موفق شد که فضایی رو در ایران بیافرینه که اگر شاعری همراه اونها نمیشد، در متن اونها شعر نمیگفت، اصلا شاعر محسوب نمیشد. در نتیجه بسیاری از کسانی که عرض کنم که شعر الان یه کتابی، یه سلسله کتاب داره در ایران در میاد، یه جوانی است که باز اسم او هم از ذهنم رفته، ولی اولین کتابشو برای من فرستاده، یک اصطلاحی رو به کار برده به نام سرگذشت شعر مسلح، یعنی که شعر شاعرانی مثل سلطانپور یا جعفر کوشابادی یا حتی شاملو یا میم آزرم، اینها رو ایشون به عنوان شاعران شعر مسلح معرفی میکنه. به نظر من اینها، حتی بگیریم مثلا شاعران زندهی که الان دیگه از اون راه بریدن مثل میرزا آقا عسکری و غیره، اینها محیط نشو و نما و گرفتن پشتیبانی از خواننده رو در حمایت از این ماجرا میدن. شما نیا کنید شاملو اکثر اشعاری که در اون دوران گفته در واقع حماسه مرثیه هایی است که برای کشتگان جنگ های چریکی گفته، برای هر کدوم از اونها یک شعری گفته. درسته که مثلا شعر خودش رو از روزبه پس گرفت به خاطر اینکه معلوم شد اون توده‌ای بوده و در داخل حزب توده دست به کشتار زده بوده، اما تمام اشعار مهم شاملو عرض کنم که متعلق به جریان چریکی مبارزه مسلحانه است. شما نگاه کنید که کار این قضیه به اونجایی کشید که مثلا کانون پرورش فکری کودکان که به وسیله شهبانو درست شده بود، هم کلاس شهبانو، خانم امیر ارجمند رئیسش بود، اولا مثلا آقای فیروز شیروانرو معاون اونجا بود که صراحتا عرض کنم که مواضع چپ حتی میشه گفت مسلحانه داشت، و از سوی دیگه آثاری که از اونجا بیرون میامد، شما نگاه بکنید چه کتاب کودکانش، مثلا نشر کتاب این نویسنده ترکمون که در عرص قرق شد، صمد بهرنگی مثلا به وسیله کانون نویسندگان شناسانده شدش به. تو همینجا رو داشته باشید، به نظر این بحث خیلی مهمیست، مبحث فوق العاده مهمیست و سرنوشت ساز. حتما برنامه رو تعقیب بفرمایید. خیلی تشکر میکنم. یادتون باشه تا کجا اومدیم آقای دکتر نوری علایه. بعد این اسمام یادتون میره، فکر میکنم از سن و سال نیست، از مشغل است. از زیادی. خدا حافظ شما.